سلام و شبتان بخیر. با بازار امشب از طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. متوقف شدن صادرات فرآورده‌های کشاورزی به پاکستان. گاڑی گرشی ویلی آر گاڑی باندې پنځه پنځه نفر په جرمنا ده دا واپس لیلام کیږي دا چې لیلام شي نو بپاري د کوم اړتیا چې دی حساب کتاب کوم بپاري چې دی دا تباه کیږي دی که د افغانستان خپل سیف دی تکانې سیف دی. نگرانی سرمایه گذاران از افزایش ناامنی ها. هیچ کس اشتراک کرده نمیتونه در این نمایشگاه به خاطر از اینکه سوال از وایی بود که اگر ما به افغانستان بیاییم وقتی که امن‌ترین هتل شما مورد حمله قرار میگیره ما در کجا بود و باش کنیم. بازاریابی برای فرآورده های محلی در کابل. امیر مسیجی که از مردم میاره و خواهشات میاره ما خدمات در منزل هم داریم مکمل کم بهتر ثبت میگیریمش آدرسش هم. و ساخت یک ایستگاه قطار در چین. نرگس موسوی هستم با مشروع خبرها. اتاق تجارت و صنایع میگوید که از نزدیک به یک هفته بدین سو روند صادرات بخش بزرگی از فرآورده‌های کشاورزی کشور و پاکستان متوقف شده است. سخنگوی این نهاد علت این مشکل را وضع قانون جدید از سوی پاکستان میگوید که بر بنیاد آن فرآورده‌های کشاورزی کشور برای ورود به پاکستان باید گواهینامه قرنطین داشته باشد. از سوی هم اداره توسعه صادرات میوه‌ها و سبزی‌ها میگوید که این فرآورده‌ها به علت نداشتن گواهینامه‌های کیفیت از سوی پاکستان توقف داده شدند و به زودی این مشکل حل خواهد شد. صادر کنندگان میوه‌ها و سبزی‌های تازه می‌گویند که هم‌اکنون فصل صادرات انار تگاب و سیب تکانه و جلریز میدان‌وردک است. اما از یک هفته بعد این صحتا یک محموله میوه‌های تازه از افغانستان به پاکستان اجازه ورود نیافته است و از این راه گذر بازرگانان افغان سخت زیانمند شدند. هرچند آنان می‌گویند که مشکل در روند صادرات میوه‌های خشک به پاکستان به میان نیامده است. گاڑی گرشی ویلی آر گاڑی باندې پنځه پنځه لکه روپۍ جرمنه ده دا واپس لیلام کیږي دا چې لیلام شي نو بپاري د کوم اړتیا چې دی حساب کتاب کوم بپاري چې دی دا تباه کیږي دی که د افغانستان خپل سیب دی تکانې سیب دی زموږ د تکانې خلک بیخي تباه او برباد شو په دې کې. اتاق تجارت و صنایع این موضوع را برخواسته از تنش‌های سیاسی می‌داند و می‌گوید بر بنیاد قوانین بازرگانی پاکستان باید کم از کم یک ماه پیش از وضع این قانون افغانستان را آگاه می‌ساخت تا بازرگانان گواهینامه‌های قرنطین را آماده می‌ساختند. دا یو عمدی موضوع دی او کچیر دغه سی دوام وکي زموږ غوښتنه د افغان حکومت څخه ده چې بل مثل عمل وکي او باید دا مشکلات حل شي. از سوی دیگر اداره توسعه صادرات میوه‌ها و سبزی‌ها می‌گوید که خواست پاکستان گواهینامه‌های کیفیت است نه گواهینامه‌های قرنطین. رئیس این اداره می‌افزاید که مشکلی که به میان آمده است حل خواهد شد اما پس از این بازرگانان باید گواهینامه‌های گوناگون را از نهادهای مربوط اخذ نمایند. برای برنامه های بعدیشان یا برای صادرات بعدی خارج از این کاروان هایی را که در دو بندر متوقف شده دیگه اونا باید اون معیارها را یا اون به اصطلاح اون ظرفیت هایی را که دیگه کشورها ضرورت دارن به اون نیاز دارن که عبارت از کیفیت یا به اصطلاح معیار کیفیت میوه‌جات سبزیجات است در امتی صادرات افغانستان او را باید مد نظر داشته باشند. این در حال است که بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع سالانه 300 هزار تن میوه‌ها و سبزی‌های تازه کشور و پاکستان صادر می‌شود اما در مقابل سالانه بیش از 1 میلیون تن سبزی‌ها و میوه‌های تازه پاکستان به افغانستان و یا هم از راه افغانستان به کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود و افغانستان داشتن گواهینامه‌های قرنطین را بر واردات میوه‌ها و سبزی‌ها از پاکستان شرط نگذاشته است. برای گفتگوی بیشتر در این مورد اختر محمد احمدی رئیس اتحادیه میوه تازه و سبزیجات با ماست. آقای احمدی خوش آمدید. خوش باشید. چقدر از میوه‌جات و سبزیجات به پاکستان صادر میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض و سلام. سلام به شما و به همکارای محترم شما. در قدم نخست درود میفرستم به شهدای گلگون کفن هتل انترکانتیننتال و شفای عاجل میخواهیم به مریضایش و به شهدایی که امروز در شهر ننگرهار یک انتحاری صورت گرفته و به اونا همچنان. رابطه به صادرات میوه براتون بگویم که ما در سالانه فکر میکنم 2000-3000 تن میوه تازه و سبزیجات
اضافه تر ما صادرات داریم به پاکستان. امسال چقدر داشتیم؟ امسال ما 2000 تن میوه تازه داشتیم، شاید از 2000 بالاتر سبزیجات صادرات داشتیم. حالا علت متوقف شدن صادرات پرورده کشاورزی مانند میوه ها و سبزیجات به پاکستان علت در چی است؟ علتش به خاطر سیاسی است، این مسائل اقتصادی نیست، مسائل سیاسی است. مثلا چگونه؟ مثلا ما یک دهلیز هوایی را ایجاد کردیم به هندوستان، بعد از چند وقت پاکستان به بعض بهانه هایی که گوناگون وارد نمودن و صادرات ما را محصولاتش تعرفه های گمرکیش چندین مراتب بالا بردن. بالاخره در یک هفته اخیر مکمل بند ساختن که فعلا ما صادرات ما تنها انار تگه و سیب میدان وردک تکانه است که موترای سیب ما و موترای انار ما در تورخم مدت 7-8 روز توقف داشتن، بالاخره دوباره پس مسترد شدن که امروز حیات ما یا نماینده ما رفتن در مو طرف تورخم با پاکستانیا نشست داشتن، گفتگو کردن. موضوع سرتیفیتیک و این موضوعات نیست، ما سرتیفیتیک از وزارت زراعت گرفتیم، از اتاقای تجارت گرفتیم، قرنطین همه چیز ما تماما اسناد ما به دست ما بوده. پس حرفای اتاق تجارت و صنایع نمیپذیرین که مشکل چی است؟ سرتیفیکیت است؟ نه خیر نه خیر نه خیر نه خیر، مشکل سرتیفیتیک نیست، مشکل روابط خراب شدن روابط بین دو کشور است. خب حالا ما دلیزهای بدیل داریم، راه بدیل داریم، دلیز هوایی ایجاد شده، بنادر دیگه ایجاد شده، ما چقدر هنوزم وابسته به پاکستان هستیم؟ آیا میتونیم به کلی وابستگی را از پاکستان کاهش بدیم و یا هنوز هم ضرورت است که ما از راه پاکستان داد و ستد داشته باشیم؟ نه خیر، ما به هیچ وجه نمیتونیم که داد و ستد خود با پاکستان بند بسازیم، به خاطر اینکه ما یک تجارت بسیار دیرینه و از 100 سال به این طرف ما با پاکستان تجارت میوه تازه را داریم، همه عرصه ها تجارت داریم، به خصوص میوه تازه. ما تا که سنم خورد است این از 100 سال بیشتر ما صادرات میوه ما به پاکستان بوده و به بعض ممالک دیگه که ما صادرات. خب در زمان ما راه بدیل نداشتیم؟ راه بدیل فعلا هم نداریم، فعلا یک دهلیز هوایی در یک هفته 40 تن میوه ما به هندوستان صادر میکنه که ما در روزانه 1000 تن 200 تن 1500 300 تن میوه ما صادرات داریم به پاکستان. این راه بدیل شده نمیتونه، امی دهلیز هوایی راه بدیل به صادرات ما شده نمیتونه، یک کمی تاثیر مگذاره، مگم راه بدیل شده نمیتونه، به خاطر که ما روزانه 40 تیلر که فکر کو 30 تونه حساب کنش 12 تن ما صادرات داریم. حالا متوقف شدن صادرات به خصوص میوه‌جات و سبزیجات که اینا زودتر فاسد میشن، چقدر زیان رسانیده به بازرگانانی که در بخش کار میکنن؟ بازرگانان تماما، بازرگانان ما ورشکسته شدین، بیخی به حدی رسیدین که از افغانستان پا به فرار بگذارن، سرمایهشان کلشان تاوان شده، چیز سرمایه برشان نمانده، مالایشان بوسیده شد، خراب شد. کل علتش علت بندش راه پاکستان است. ما فعلا دو اقلام صادراتی داریم که سیب و انار است، اما ما واردات داریم از پاکستان که فعلا امروز در تورخم همی بحث هم صورت گرفته. ما 12-13 قلم سبزی همی فعلا واردات داریم او 4-5 قلم میوه واردات داریم از پاکستان، فعلا جریان داره واردات ما. اما تا اندازه که نماینده ما گفته که ما یک عمل بالمثل میکنیم، گفته ما هیچ مشکل نداریم، اگر تماما صادرات ما به افغانستان بند هم شد ما مشکل نداریم، ما چیز شما را صادرات شما را بند میکنیم. و بهانه هایی است که این هیچ قابل توجیه نیست. مثلا سرتیفیتیک ما همین سیب تکانه بهترین با کیفیت ترین سیب است، انار تگو بالاترین میوه افغانستان است، انار بیدانه تگو. حالا در بخش بسته بندی چقدر معیاری است؟ چقدر از هر نگاه ما همین میوه، همین دو قلم میوه ما از هر نگاه معیاری است؟ قبلا مشکلات وجود داشت در بخش بسته بندی؟ بله بله بله. و حالا این مشکلات چقدر برطرف شده؟ مشکلات مرفوع شده، فعلا دمی عرصه انار و سیب ما مشکلات نداریم، در بسته بندی، در پروسس، در پیکینگ، در هیچ چیزی مشکلات نداریم، در سرتیفیتیک. ما خودم 25 موتر دمی اواخر سیب تکانه را رفتم، تا مراحل کردم، گمرکی،
تمام چیزش گرفتیم، اسنادش گرفتیم، رفت به تورخم، باز سیب ما دوباره واپس شد که سیب تکانه بود از ولایت میدان. باز گفتن تو دوباره پسی رتای مراحل کو سرتیفیکیت، تمام منم چیزی که با کار بودم ما او را انجام دادیم و گرفتیم، اما باز هم مسترد شد سیب ما. حالا اینجا زیان بیشتر به کدام کشور میرسه؟ بر ما که ما حداقل چند راه دیگر هم داریم، یا به پاکستان که ما اینجا سبزیجات و میوه‌جات و اونجا صادر میکردیم؟ ما زیان به افغانستان اضافه تر میرسه. پاکستان به 50 ممالک جهان صادرات داره. هیچ سر افغانستان بندواز نیست که در افغانستان یک پنج ده متر میوه یا سبزیش چیز شود. یعنی سبزیجات و میوه‌جات افغانستان در پاکستان بازار نداره؟ بازار داره. بازار چرا نداره؟ خوب بازار داره. پس ای بزیان پاکستان هم بوده میتونه؟ بزیان پاکستان هم بوده میتونه، خب اضافه تر بزیان تاجرای افغانستان است. تاجرای افغانستان سخت صدمه دیدن، سخت زیانمند شدن، ضرر کردن. حالا حل کردن این مشکل مسئولیت چه کسی است؟ مسئول... کدام نهاد باید مسئولیت دولت است، مسئولیت وزارت تجارت است. خب شما من حیث رئیس اتحادیه چقدر تانستین که نشست ها را برگزار کنین و همین مشکل به صورت جدی همراه اینا در میان بگذارین؟ پاکستان در کدام وعده خود، در کدام کار خود صادق بوده که در این کار خود صادق باشه؟ ما کوشش خود کردیم تا حد نهایی، آخرین کوشش های خود و تلاش های خود کردیم، اما پاکستان به وعده خود وفا نمی کنه. یک مملکت است که دروغگو، یک مملکت که تولید تروریسم اونجا. حالا رای حل چه است از نظر شما؟ رای حل حال فعلا خود ما صادرات ما بند است، میوه ما هم در آخر رسیده، کمی انار ما مونده و کمی یک 30-40 یا 50 متر سیب میدان وردک تکانه مانده که او را ما میتونیم که در بازار خود کشور ما به فروش برسانیم. این موضوع مانده که به سال قبلی، که سال قبل چی میشه، اما فعلا ما کدام عمل بالمثل انجام ندادیم. صادرات و به افغانستان جریان داره مکمل، روزانه ده ها متر میوه و سبزیشان به افغانستان روان است. تشکر از حضورتان. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. 50 کیلوگرم آرد 1170 افغانی، 1 لیتر روغن 80 افغانی، 1 کیلوگرم شکر 40 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سیلی اول 100 افغانی و 1 کیلوگرم چای 280 افغانی. تا چند لحظه دیگر تکمیل بررسی فنی خط آهن مزار شریف هرات. مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که برای بهره برداری از ماهواره جنوب آسیا که از سوی هند به فضا پرتاب شده است، نیاز به ساخت یک دستگاه در داخل کشور است و این وزارت از هند خواسته است تا در کار ساخت این دستگاه افغانستان را کمک کند. از سوی هم وی میافزاید که این وزارت روی طرح ماهواره افغانست دوم کار میکند و برای عملی سازی این طرح نیز پیشنهادهایی را به هند و چین فرستاده است. دی هند کوم سپګمګی چې دی دی هغه تفاهمنامه قرارداد امضا شولو د دوی سره، یعنی موږ موافقه ورسره وکړله چې دوی به دغه سپګمګی په افغانستان کې فعالوي او د دې څخه به موږ ګټه اخلو. تفاهمنامه امضا شوې ده. د دې نه وروسته اصلي کار چې دی د دې دپاره یو دستګاه په هغه کې ورته د سټلایټ په ژبه کې ورته ګراوند سټیشن وایي چې دا جوړیږي کله چې دغه معلومات د هند څخه راځي سپګمکۍ دلته باید راشي، بیا د پرچون په شکل باندې څنګه کولی شو همدغه ډیټا، همدغه انټرنیټ یا د زراعت په بحث کې یا د معرف په برخه کې او ورسره د صحت په برخه کې یا د جی آی اس او داسې نورو مربوطه چې کوم موافقې کې هم ورسره لیکلي دي، نو هغې مطابق څنګه کولی شو د دې څخه ګټه واخلو. موږ یو پروپوزل جوړ کړلو، هند سفارت هم ورکړلو چې تقریبا د دې دپاره یو مرکز او دغه ګراند سټیشن هم باید راته جوړ کړي. نو هغه باندې مو کار روان دی، خو تر اوسه پورې موږ ته دوی واپس ځواب نه دی راکړی چې دغه ګراند سټیشن د دوی په څنګ کې موږ خپله هم یو ګراند سټیشن ته ضرورت لرو چې څنګه کولی شو ډیر زر
د خپل سټلایټ لرو او د دې څو دوه درې ترانسفانډر تر اوسه پورې خالي دي او ورسره څنګ کې د هندوستان کوم دوه ترانسفانډر سره واده کړی دی هغه هم ټیسټ کړی دلته فعال دی کار کوي خو چې کله دوی څخه راشي اوس دلته موږ توضیح کړو د دې دپاره یو نوره ټکنالوژي ته ضرورت دی په دې باندې موږ کار کوو انشاءالله په راتلونکي ډېر نږدې وخت کې به تاسو سره معلومات شریک کړو چې موږ دغه په کومو کومو ساحو کې ورڅخه ګټه اخلو خصوصا په دغه وخت کې موږ یو طرحه جوړه کړه چې د معرف او د صحت په برخه کې د دې څخه ګټه واخلو ولې څومره موده کېږي چې تفاهمنامه امدا سوې ده او بل دا چې یعنې موږ په خبر کې څه شی ویلی سوې دا ویلی سوې چې په ډېر نږدې وخت کې موږ په دغه سټلایټ نه ګټه اخیستی شو تفاهمنامه خو تقریبا دوه میاشتې کېږي چې امضا شوې ده خپله زموږ وزارت خارجه ورسره امضا کړله خو بیا دغه د سفارتونو له لارې کوم روابط چې دي یا دغه اسناد وړل راوړل کېږي دا لږ هغه وي داسې تلنه وي تر اوسه پورې هغه کمپنۍ سره موږ خپله مخامخ نه وي شو ټول روابط مو د سفارت له طریقه ورسره دي کوم اسناد چې یا پروپوزل موږ دوی ته ورکړو دوی بیا خپل دولت ته استوي بیا هغوی څخه واپس موږ ته ځواب راځي دا یو ستونزمن کار دی خو دغه د دې په څنګ کې موږ خپله تیاری ورته نیولی دي چې یو ګراند سټیشن به جوړ کړو هم د موږ دغه موجوده کوم سټلایټ چې دی افغان سټ ورته وایي د دې څخه باید ګټه واخیستل شي د معرف او د صحت په برخه کې او هم دغه سټلایټ دپاره باید لاره هواره کړو دوی هم راسره ژمنه کړې ده چې دغه کار موږ کوو ولې صاحب که څه هم تاسو مخکې هم یادونه وکړه د جی آی اس سمیتر په برخه کې موږ دغه سټلایټ ګټه اخیستی شو که نور وایي چې نور په کوم برخه کې مشخصا دغه سټلایټ د هند سټلایټ چې دی یوازې موږ د زراعت د معرف او د صحت هغه ټیلی ایجوکیشن یا ټیلی میډیسن چې ورته وایي او ورسره موږ خپله کولی شو د نوره مثال د شار یا د دغه د نوره د جی آی اس چې ما اشاره ورته وکړه جیوګرافیک انفارمیشن سیستم یا د موږ خپل نوره انکشافي پلانونه وي چې هغه جوړوو هغه کارونه چې د عامه خدماتو یا د عامه ولس دپاره دي خو د موږ د تجارت یا بزنس لپاره ګټه نشته نه اخیستلی دا ټول د عامه خدماتو د کوم مربوطه چې ټول نه ګټه اخیستلی شو دې څخه کوم خاص موده هم ورته تاکل سویل چې موږ څو کلونو لپاره بیا ورڅخه استفاده کړو دا وګد محاله ده د کې تقریبا 15 کاله پور تفاهمه کې لیکلي دي چې موږ باید ګټه نه واخلو یا کول شو تم دي هم کو او د دوی دغه سټلای چې د رای ګاند افغانستان ته چور کړی دي او اخري سوال په توګه ولې صاحب آیا موږ افغانستان نه هو سم استفاده کوو د هند سټلای تم راځي آیا موږ خپل مخابراتي کاروبار بر د پاره نور سټلای زموږ د هم ارتیا درو کیا څه شي موږ ته په دغه برخه پراختیا زمونږ د افغان سټ دغه موده چې د 2000 اخیری کې ختمیږي درې کاله وخت نور هم لرو د دې په څنګ کې د افغان سټ 2 باندې موږ اوس کار کوو دویمه طرحه ده چې هغه به د افغان سټ 1 ځای ونیسي نو دا هغه ډېر مهمه ده او موږ غواړو چې د افغان سپیس په نوم باندې یو اداره دې جوړه کړو چې هغه یو مسؤوله اداره وي بدبختانه د 2 کالونو کې زموږ د خپل سټلایټ هم صحیح استفاده نه وشوي مارکیټینګ ورته نه وشوي نو دې په خطر باندې موږ غواړو چې یو مسؤوله اداره باید ولرو چې دغه ټول د دې اداري د دې تخنیکي او ورسره څنګ کې د دې لپاره مارکیټ پیدا کړي نور خلکو باندې کې موږ یو تفاهمه اوس د آذربایجان دولت سره کار پر روان دی که امضا شو دوی راسره همکاري کوي د دې ادارې په جوړولو کې د دوی جوړښت د دوی د تجربو او ورسره څنګ کې دوی خپل هم په همداسې مشکلو کې و بیا څنګه دې څخه وتلو مارکیټ څنګه ورته پیدا کړو په هغې باندې کار کړی خو تر اوسه پورې نهایي نه ده شوي کله چې هغه وکړه آذربایجان دولت ویلي چې موږ دې کې همکاري درسره کوو کار بررسی های فنی و اقتصادی خط آهن مزار شریف هرات 90% تکمیل شده است. وزارت فاید آمن میگوید که راه آهن مزار شریف هرات بخشی از خط آهن حلقه ای افغانستان است که با درازای 676 کیلومتر ساخته می شود. در حال حاضر مهندسان ازبکستان و افغانستان روی بررسی های فنی و اقتصادی این راه آهن کار می کنند. در همین حال آگاهان اقتصاد میگویند که ساخت راه آهن مزار شریف هرات برای رسیدن افغانستان به بازارهای کشورهای اروپایی بسیار سودمند است و این راه حمل و نقل کالاهای بازرگانی را به کشورهای حوزه خلیج آسان می سازد.
رای آهن مزار شریف هرات با درازای 676 کیلومتر از بندر حیرتان آغاز و از آنجا به شبرغان، میمنه، بادغیز و سرانجام به بخش چهارم خط آهن خاف هرات میرسد. این رای آهن از رای آهن خاف هرات به بندر عباس ایران پیوند می شود که از آنجا به ترکیه و کشورهای اروپایی پیوند خواهد شد. وزارت فواید عامه میگوید که کار بررسی های فنی و اقتصادی رای آهن مزار شریف هرات تا 90% تکمیل شده است. الان سرویش هم حدود 90% پیشرفت داشته و کار در ساحه جریان داره. به خاطر وجوه مالیش که ما بتونیم به طور اساسی بسازیم، فعلا هم مذاکرات بین دونرهای ما بین دونرهای مختلف جریان داره تا ما بتونیم که در قسمت تمویلش توجه دونر را جذب کنیم. آگاهان امور اقتصادی میگویند رای آهن یک وسیله اساسی برای رشد اقتصادی، بهبود بازرگانی و کاهش هزینه‌های حمل و نقل در کشورهای مانند افغانستان که به بحر راه ندارند شمرده می‌شود و حکومت باید شبکه رای آهن را در کشور گسترش دهد تا زمینه‌های بهتر حمل و نقل در داد و ستد بازرگانی فراهم شود. این بخش از رای آهن افغانستان است و میتونه که با معیارهای افغانستان سازگاری داشته باشه، خصوصا نقاط که این رای آهن را وصل میکنه باید از نقطه نظر تمام مراجع زیربط و زیدخل افغانستان بگذره تا ای که بتونیم ما یک رای آهن خوب و به درد بخور افغانستان داشته باشیم. آگاهان اقتصادی میگویند عملی شدن پروژه رای آهن مزار شریف هرات آغاز خوبی برای رشد زیربناهای ترانسپورتی و ویژه ساخت شبکه‌های رای آهن حلقه‌ای در کشور است و با ساخته شدن این رای آهن افغانستان از وابستگی به چندین کشور محدود در منطقه رهایی خواهد یافت. وزارت تجارت و صنایع دو بندر در آقینه و زرنج برای بهره برداری از بندر چابهار و راه لاجورد می‌سازد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند که این دو بندر در موافقت‌نامه‌های راه لاجورد و چابهار جز بندرهای تحصیل کننده تجارت است و این بنادر با فناوری‌های روز با برای بارگیری، حفظ و نگهداشت کالاهای بازرگانی تجهیز خواهد شد. این مسئولان می‌افزایند که با مقام‌های ایران و هند گفتگو می‌کنند تا هزینه‌های ترانزیتی را نیز برای انتقال بازرگانی بازرگانان در مسیر زرنج، زیدان و چابهار و از آنجا به بندرهای هند کاهش دهند. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که با ساخته شدن بندرهای میوری در آقینه و زرنج سهولت‌های بسیاری برای بکارگیری از بندر چابهار و راه لاجورد فراهم خواهد شد. آنان میگویند که در حال حاضر کار بررسی‌های فنی و اقتصادی برای ایجاد این بندرهای میوری آغاز شده. می‌خواهیم که این دو بندر را تجهیز کنیم با تکنولوژی‌های خوبی که کمک می‌کنه تخلیه، بارگیری، حفظ و نگهداشت اموال تاجر میتونه به عنوان دو هب لوجستیکی مهم در افغانستان مطرح شود. از سوی همرسانه‌های ایندی گزارش دادند که با بکارگیری از بندر چابهار بازرگانان این کشور برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در معادن افغانستان علاقه‌مند خواهند شد. وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که برای بازرگانان که می‌خواهند روی معادن کشور سرمایه‌گذاری کنند، سهولت‌های لازم را فراهم خواهد ساخت. جذب سرمایه گذاری عمدتاً مراحل داره و تنظیم سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه گذاری مهم است. نقشه رای وزارت معدن و پترولیم در این اواخر تایید شده و در این نقشه را تمامی امورات بازرسی میشن و تسهیلات و مواردی که باید فراهم شود به سرمایه گذاری خارجی مستقیم در نظر گرفته میشه. به گفته وزارت تجارت و صنایع، نهاد با مقام های ایرانی و هندی گفتگو میکند تا هزینه های ترانزیتی برای کالاهای افغانستان به گونه چشمگیر کاهش یابد. مسئولان این وزارت میگویند که در حال حاضر ظرفیت بندر چابهار به 8.5 میلیون تن رسیده است. یک بانوی بازرگان در مرکز ولایت بدخشان با حمایت یک نهاد غیر دولتی یک کارخانه تولید مواد لبنی ساخته است. این کارخانه کوچک روزانه 300 قوطی ماست تولید می کند که در کنار دیگر مواد لبنی در بازارهای محلی بدخشان عرضه می شود. و گفته مسئولان این کارخانه نزدیک به 50 بانو در این کارخانه کار می کنند. یک سال پیش نزدیک به 50 زن به کمک یک نهاد خارجی یک کارخانه تولید مواد لبنی را در ولایت بدخشان ایجاد کردند. مسئولان این کارخانه میگویند که در کنار ماست، قروت، قیماق، فرنی و پنیر از فراورده هایی اند که در این کارخانه تولید و به بازارهای محلی عرضه می شود. وای میگوید که اکنون با گردآوری شیر از روستاهای بدخشان این شیر را پروسس و به بازارها عرضه می کنند.
آمینه رحیمی مسئول این کارخانه میگوید که ماستی که در این کارخانه پروسس می شود در حال حاضر در بازارها متقاضیان بیشماری پیدا کرده و در صورت حمایت از سوی دولت و نهادهای کمک کننده می توانند که با افزایش سطح تولیداتشان با تولیدات بیرونی به رقابت بپردازند. ما عبدی اوسط روزانه به تعداد اینم خوبی های ماستی که 600 گرام است به تعداد 800 دانه ما تولید میکنیم و در بازار بسیار ما نمیتونیم همو خواهشات مردم را پوره کنیم، بسیار جنجال میشه سر این ماستی ما که به ما نمیرسه. یک ایستگاه قطار و خط آهن متصل به آن در چین در ظرف 9 ساعت ساخته شده است. این خط آهن که 246 کیلومتر درازا دارد با نیروی انسانی صدها کارگر ساخته شده است. ساخت این خط آهن یکی از کارهای ساختمانی در چین است که در زمان دور از تصور ساخته می شود. این همبهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. یک کیلوگرم گاز مایع 58 افغانی، یک لیتر پترول 46 افغانی و یک لیتر دیزل 47 افغانی. تا لحظات دیگر. نگرانی سرمایه گذاران از افزایش نامنی ها. ادامه بازار دوباره خوش آمده. سرخط خبرها یک بار دیگر. متوقف شدن صادرات فراورده های کشاورزی به پاکستان. گاڑی گرشی ویدی آر گاڑی باندی پینزه پینزه لگر پر جرمانه ده دو پاس لیلام کی گی دا چې لیلام شي زبونو په باری دا کوم اړتی چی ده حساب کتاب کوم په باری چی ده دا تباکی گی ده که دی واسان خپل سیو ده تکانه سیو ده. نگرانی سرمایه گذاران از افزایش ناامنی ها. هیچ کس اشتراک کرده نمیتونه در این نمایشگاه به خاطر از اینکه سوال از وایی بود که اگر ما به افغانستان بیاییم وقتی که امن‌ترین هتل شما مورد حمله قرار میگیره ما در کجا بود و باش کنیم. بازاریابی برای فراورده های محلی در کابل. امیر مسیجی که از مردم میاد و خواهشات میاد ما خدمات در منزل هم داریم مکمل کامپیوتر ثبت میگیریمش آدرسش ها. و ساخت یک ایستگاه قطار در چین. ادامه خبرها. حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال کابل و کشته شدن شماری از خارجیان در این هتل سبب نگرانی سرمایه گذاران و کارمندان خارجی شرکت های خصوصی در کشور شده است. اتاق تجارت و صنایع میگوید که به همین علت بسیاری از سرمایه گذارانی که برای اشتراک در نمایشگاه پلاستیک کابل دعوت شده بودند از آمدنشان به این نمایشگاه انکار کردند. مسئولان این اتاق میگویند که افزایش ناامنی ها در کشور نگرانی های جدی را برای بخش خصوصی به وجود آورده است. اتاق تجارت و صنایع میگوید که حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال و کشته شدن شماری از کارمندان شرکت های خصوصی در این حمله نگرانی های جدی را در بخش سرمایه گذاری خود در کشور به میان آورده است. مسئولان این اتاق میگویند که به تازگی شمار بزرگی از سرمایه گذارانی که میخواستند در نمایشگاه پلاستیک به کابل بیایند پس از این حمله انصرافشان را از شرکت کردن در این نمایشگاه اعلام کردند. متاسفانه بعد از این حمله همه اطلاع دادند که هیچ کس اشتراک کرده نمیتونه در این نمایشگاه به خاطر از اینکه سوال از وایی بود که اگر ما به افغانستان بیاییم وقتی که امن‌ترین هتل شما مورد حمله قرار میگیره ما در کجا بود و باش کنیم. از سوی مسئولان این اتاق میگویند که اگر حکومت امنیت کارمندان خارجی شرکت ها و نیز سرمایه گذاران را در کشور تامین نکند این کار بحران کمبود کارگران فنی را نیز در شرکت های خصوصی کشور به میان خواهد آورد. بالای امن‌ترین نقطه شهر که عبارت از هتل پنج ستاره کانتیننتال است بدون تلاشی هیچ کس اجازه داخل شدن به هتل نداره که همچون یک حمله انتحاری و تروریستی صورت میگیره طبعا تشویش دلهوری سرمایه گذارا را بیشتر میسازه و به هیچ وجه آماده نمیشن که در همچون یک شرایط بین سرمایه گذاری انجام بتن در افغانستان یا سرمایه گذاری های موجود خود وسعت بتن یا دوام بتن. از سویم شماره از آگاهان اقتصاد حمله های اخیر بر کارمندان شرکت های خصوصی را بسیار زیانبار می دانند.
کمپانیای افغانی که او کارمندارا استخدام میکنن یک تعداد زیادش تحت بیمه میباشن. وقت این مردم در افغانستان با یک تهدید امنیتی مواجه میشن و یا جان خدا خدای نخواسته از دست میتن، کمپانی های افغانی ما مجبور میشن که یک پول هنگفت را به خاطر بیمه از اونا بپردازن. این در حال است که بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع در حال حاضر صدها کارمند فنی خارجی در شرکت های بازرگانی به ویژه در شرکت های مخابراتی، اینترنتی، بانک ها و هتل ها کار میکنند و افزایش حمله ها بر این کارمندان نگرانی های جدی را پدید آورده است. محمد جاوید اندیش، بازرگان، برای بحث بیشتر در این مورد با ما هستند. آقای اندیش، خوش آمدین. حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال چه تاثیرات را بر روند سرمایه گذاری در افغانستان گذاشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های خدا به بیننده های تلویزیون تلولو نیوز تقدیم میکنم. واقعا حملاتی که بالای هتل ها صورت میگیره، این آدرس ها برای سرمایه گذاران هستند، کسانی هستند که در این شهر میان سرمایه میکنه، مطالعه میکنه و از امکانات که در کشور وجود داره میخواین اینجا سرمایه گذاری کنه. اما این تقریبا چندین حادثه است که بالای هتل ها، گست هاوس ها در شهر رخ میده و توریست ها در افغانستان آدرس های اقتصادی رو نشانی میگیرن. اگر ما متوجه شویم از چند سال به این طرف مارکت ها، بازار کالاها و غیره همش مورد هدف قرار گرفتن. علت در چی است؟ افغانستان متکی به کمک های جامعه جهانی است و سکتور خصوصی بعد از کمک های جامعه جهانی میتواند که از طریق تکس و مالیات خود حکومت افغانستان، مصارف حکومت افغانستان تمویل کند و تروریست ها چون اهداف بسیار استراتژیک و دراز مدت داره و روی برنامه های بزرگتر کار میکنند، یا سر از حال میخواهند که همی منابعی که برای تولید است و برای رفاه آینده مردم افغانستان است را مورد هدف قرار بده تا اینکه حکومت ما ضعیف باشه و نتانه خدمات را که بخواهی به مردم افغانستان عرضه کنه و خدمات تنظیم کند. حالا در این هتل شمار زیادی از کارمندان خارجی یک شرکت خصوصی هم اینا کشته شدند و در میان کشته شدگان بودند. حالا این روند چه تأثیری بر جذب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان داره؟ آیا هنوز هم علاقمندی وجود داره از سرمایه گذاری های خارجی که بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنند؟ ما سکتورهای خاص را داریم که به مدیریت خارجی ها ضرورت است که در اونجا باید حضور داشته باشه از لحاظ تخصصی، مثل ایرلاین است یا خط هوایی است، در او بخش بانکداری است، بخش مخابراتی است و بعضی بخش های دیگه هستند که پیچیده هستند تا هنوز جوانان ما در او تحصیل نکردند. پس ما ضرورت داریم به خارجی ها که در افغانستان با امی شرکت های افغانی و یا شرکت های خارجی در افغانستان کار کنند. وقتی که امی خارجی ها که متخصص هستند و کارشناس هستند مورد هدف قرار میده ما را به یک مشکل بسیار جدی مواجه میسازه که تشویش ها از قبل هم در سکتور خصوصی وجود داشت و به این ادامه میدهد و به این افزایش میدهد به تشویش ها. و از طرف دیگه در شهرها اختطاف است، به حساب از تاجرها باجگیری است، مشکلات دیگه تاجرها در کشور دارند. اما کارشناسایی که از بیرون بیارن که بتونن مشکلات خود را رفع کنه، او هم مورد هدف قرار میده که برای سکتورهای مختلف در افغانستان در پروسه استخدام مورد آسیب پذیر میشه و برای سکتور خصوصی سخت میشه که مردم از بیرون بیارن تا در افغانستان کار کنند. حالا اگه بیایم روی بررسی همین موضوع حمله بر هتل انترکانتیننتال که بیشتر خلبانای شرکت هوایی کامیار اینجا کشته شدن، شما چی فکر میکنین که با کشته شدن اینا چقدر زیان حداقل به این شرکت رسیده؟ ببینین، از لحاظ مالی همین حادثه که رخ داد یک خو از لحاظ فیزیکی ارزش است که ممکن با شرکت کامیار و با میرقم هتل کانتیننتال و دیگر تاجرهایی که در اوج حضور داشتن به شهادت رسیدند ممکن بیش از 100 میلیون دلار باشه. اما از لحاظ فکری ما را 1 میلیارد دلار یا ضربه زدند، به خاطر از اینکه برنامه هایی که وجود داشت به کشور سرمایه گذاری شام خارجی ها می آمدن و تاجرهای خود ما می خواستن در افغانستان و سرمایه گذاری ادامه بده، وقت گیر می سازد تا اینکه از لحاظ روانی دوباره یا به حالت نرمال خود بیاین و بتانند به سرمایه گذاری دوام بتن. حالا ادامه همچون حملات بر شرکت های خصوصی و آدرس های اقتصادی چه مشکلی را به وجود خواهد آورد و چالش اساسی را که به وجود میاره چه است؟ ببینین، حکومت ما اصلاحات خوب را آغاز کرد که مثلا
در بخشای مختلفی که یعنی با سطور خصوصی وقتی که مذاکرات به پیش میره، برای اولین بار مثلا قراردادهای پابلک پرایوت پارتنرشپ امضا شد که ما بتانیم از منابع زیرزمینی افغانستان ما بتانیم برق تولید کنیم، یا مثلا در بخشای دیگه تعهدات را یا سکتور خصوصی افغانستان و به حساب شرکت هایی که از بیرون میخواستن به افغانستان سرمایه گذاری کنن ای را دادن. و این وقتی که قانون مشارکت شخصی و خصوصی و عامه با وجود میه و در بعضی از قوانین دیگه برای سرمایه گذاری بستر مساعد میشه، دشمن چی میکنه؟ تشویش ها رو بیشتر میکنه، تشویش های امنیتی رو بیشتر میسازه، چرا که حکومت آیسته آیسته آمادگی زیر داره که بتانه سرمایه را جذب کنه، و از طرف دیگه دشمن افغانستان هم میخواهی که به همی آدرس ها صدمه برسانه و ضربه بزنن تا ای که کسی جرات نکنن در افغانستان سرمایه گذاری کند. حالا کم کم به تازگی روند سرمایه گذاری در افغانستان رونق گرفته بود و قرار بود که یک نشست پلاستیک کابل هم برگزار شد که حالا کسانی که قرار بود شرکت کنند اینا انکار را رسیدن نمیخواهند بیاین به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان به خصوص کابل. شما چی فکر میکنید که اگر این روند هم تو ادامه پیدا کنه چه خواهد شد؟ یعنی چه پیامدی خواهد داشت؟ ببینید، ما باید والای ظرفیت سازی اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان باید ما کار کنیم تا اینکه شناسایی شود که این عملات کی تنظیم میکنه و از کجا تنظیم میشه، چطور تنظیم میشه، و حکومت افغانستان شکایت خود به جامعه جهانی داشته. یعنی این یک کار مشترک به کار است که والای ظرفیت ها کار شود تا اینکه جلوگیری از این حوادث کنه. و دیگر حکومت اگر به این بحث توجه نکنه چی خواهد داشت؟ اگر توجه نکنه خواهیم مشکلات دوام خواهد داشت. اما گپ مهم دیگه چی است؟ ما در کشور در منطقه زندگی میکنیم که در این منطقه حدود 700 میلیون فقیر زندگی میکنه. ای از این 700 میلیون فقیر در حدود 12 میلیونش به افغانستان است و حدود 60 میلیون از این فقیر در پاکستان زندگی میکنه. این منطقه باید تحول کنه، در این منطقه باید تغییرات بیاید. و ما وقتی کلمه ما را استفاده میکنیم، ما افغانستان به این معنا که با تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان ما در یک منطقه یک مفهوم خاص را داریم، و پاکستان یا کشورهای دیگه که نمیخواد که به این مزیت نسبی که افغانستان داره در این منطقه به این اهداف و آرمانهای خود برسه، ما تشویش را در این کشور زیاد میکنه برای او کسایی که حکومت داری میکنه، کسایی که در این مملکت سرمایه گذاری میکنه. اما پاکستان و کشورهای دیگه که در این مسائل دخیل هستن به مردم فقیر خود هم باید توجه کنه، و نفوس جوانان در پاکستان در حال افزایش است. اوج هم انتخابات اگر پاک باشه و شفاف باشه، ممکن در رهبری پاکستان جوانان حضور پیدا کنند. او میتونه که در این منطقه یک دید متفاوت داشته باشه تا ای که رونق بیاید و این منطقه یک تحول در سالهای آینده در ایجا داشته باشه. حالا از دیدگاه شما رای حل در وضعیت کنونی چی است؟ رای حل هی است یک فعالیت نظامی و به حساب استخباراتی است که کار خود باید پیش ببرن. مردم ملکی افغانستان با مردم منطقه باید دیالوگ آغاز کنه، صحبت ها را آغاز کنن، باید رفت آمد بین دانشگاه ها و پانتولا شروع شود، بین مراکز تحقیقاتی باید پروتکل ها صورت بگیره تا این بتانیم ما اطلاعات در این منطقه تبادله کنیم. و این منطقه پر از منابع است، پر از امکانات است، و می جنگ که دوام میکنه این تمام امکانات از بهبود زندگی از این مردم گرفته. ما باید کل ما در این منطقه که هستیم باید تفاهم برسیم تا اینکه ما این منطقه را تغییر بدهیم و در این منطقه ما بتانیم یک زندگی آرام داشته باشیم. تشکر از حضورتان در برنامه قایندیش. زنده باشیم. و این هم نرخ شماری از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 85 پول، یک یورو 84 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی، هزار تومان ایرانی 15 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 602 افغانی. تا لحظات دیگر. بازاریابی برای فرآورده های محلی، یک سرمایه گذار با ایجاد فروشگاه برای فرآورده های روستایی.
یک سرمایه‌گذار با ایجاد یک فروشگاه فرآورده‌های روستایی در پایتخت تلاش دارد برای فرآورده‌های محلی در ولایت‌ها بازاریابی کند. این سرمایه‌گذار می‌گوید که در حال حاضر از دورترین بخش‌های کشور فرآورده‌های روستایی را در این فروشگاه می‌فروشد. واکنون کاروبارش بسیار رونق گرفته است. مسئولان این فروشگاه می‌گویند تلاش دارند در بسیاری از شهرهای کشور نمایندگی‌های فروشگاه‌هایشان را ایجاد کنند. فروشگاه کندوی سال شاید یگانه فروشگاه میجری در پایتخت باشد که در آن فراورده های کشاورزی و لبنی بسیاری ولایت های شمال شرق کشور به دسترس قرار میگیرد. مسئولان این فروشگاه میگویند که در حال حاضر بخش از فراورده هایی را که در روستاها با کیفیت بهتر تولید میشوند در بازارهای کابل میفروشند و از این راه زمینه های بازاریابی برای این فراورده ها را فراهم ساختند. صفی نظری صاحب این فروشگاه میگوید که کاروبارش را از بسته بندی و فروش عسل در پایتخت آغاز کرده است، اما اکنون در نظر دارد که در چند شهر دیگر نیز فروشگاه های میجری فراورده های روستایی بسازد. نیازهای ما را مرفوع بسازیم. ما از کشاورزانی که واقعا در اتحادیه زنبورداری و همچنان اتحادیه روغنگیری ما سهم داشتن، ما از اونها میگیریم. یعنی ما با شعار این آمدیم که ما طعم روستا را به شهر میاریم و بدون شک اون فراورده های روستایی که در روستا بازار یا تقاضا برش وجود نداره و همچنان ارزش خوبی نداره، ما او را به شهر میاریم با بسته‌بندی های متفاوت. از سوی هم بخش از بازاریابی در این فروشگاه بر بنیاد فرمایش های مشتریان از راه اینترنت صورت میگیرد. احسان الله مسئول گرفتن فرمایش های مشتریان در فیسبوک و صفحه اینترنتی فروشگاه کندوی عسل است. وی میگوید که روزانه بدها فرد فراورده هایشان را به گونه آنلاین میخرند و بیشترین مشتریانشان نهادهای دیپلماتیک در پایتخت هستند. امیر مسیجی که از مردم میاد و خواهشات میاد، ما خدمات در منزل هم داریم، مکمل کامپیوتر ثبت میگیریمش، آدرسش، نمبر تلفنش، ما باز خدمات دیگه داریم تخت از اون با او پاکت میکنیم، دوباره پس موتر ترانسپورت میکنیم پشت در منزل. در فروشگاه کندوی عسل گذشته از مواد لبنی بسیاری از فراورده های نایاب از جمله چای کوهی و روغن هایی که از گیاهان طبیعی به دست می آید با بهترین بسته بندی فروخته می شوند. مسئولان این فروشگاه می گویند که تمام این فراورده ها طبیعی هستند و به همین علت مشتریانشان از کیفیت آن رضایت دارند. پارکان خپل وطنی شاد صدیق شاد دل پیدا کیږي سیم قیمت کې سل نسل جگم دی خو به کیفیت خدای طبیعی دی نو باید هر سالی کوشش کنیم که دلتر از سیودیز نشاط. مسئولان فروشگاه فراورده های روستایی میگویند که اگر از سوی حکومت حمایت شوند قادرند که شمار زیاد از کشاورزان، دامداران و زنبورداران را در دورترین بخش های کشور یاری رسانند. آنان میگویند که بازاریابی برای فراورده های روستایی زمینه ها را برای بهبود اقتصاد محلی فراهم میسازد. دسترسی به فراورده های روستایی مانند این روغن هایی که از نباتات طبیعی به دست می آیند و در پهلوی از او زیره کوهی که یکی از فراورده های نایاب در بازارهای کشور است، روغن زرد و تلخان قروت، اینها همه فراورده های هستند که با بسته‌بندی های مناسب در این فروشگاه روستایی به فروش گذاشته شدند و گفته می شود که اگر این فراورده ها برش زمین سازی شود در بازارهای بیرون از کشور برسند، یعنی به مراتب ارزش از اینا بالا میرن و به گفته مسئولین از این فروشگاه عواید زیادی را به دست خواهند آورد. ذبیح الله جهانمند، طلوع نیوز، کابل. برای بس بیشتر در این مورد صفی نظری مسئول فروشگاه کندوی عسل با ما است. آقای نظری خوش آمدین. در آغاز در مورد کندوی عسل با ما بیشتر معلومات بدین، در مورد فروشگاهتان که چگونه آغاز کردین و چه انگیزه باعث شد که این کار آغاز کنین. درود بر شما و بیننده های شما، خرسند هستم که اینجا هستم. ما کارمان از جای آغاز کردیم که احساس کردیم کارآفرینی بکنیم و بحث کارآفرینی ما، یعنی انگیزه یا عاملی که سبب کارآفرینی یا خود اشتغالزایی ما شده، عدم موجودیت فضای کاری در ارگانهای دولتی و خصوصی بوده. ما ابتدا با یک تعداد زنبورهایی که در جهت عسلگیری و استفاده شخصی استفاده میکردیم
یعنی سبب شد که ما از این اصل ها بسته بندی بکنیم و به گونه خدمات درب منزل برای مردم ای را به فروش برسانیم، البته با ایجاد یک وبسایت و همچنان ایجاد یک صفحه اجتماعی در فیسبوک که خوشبختانه به مرور زمان مورد قبول مردم قرار گرفت و ما با ایجاد یک فروشگاه و نظر به تقاضا چیزهایی را که مردم تقاضا میکردن به مرور زمان آوردیم. حالا شما گفتین که انگیزه کار کارآفرینی بوده، با شما چند نفر کار میکنند در این فروشگاه؟ ابتدا ما با اعضای خانواده و همچنان با دوستا آغاز کردیم که فعلا به تعداد 5 نفر در این فروشگاه ما مشغول کار هستند. شما بیشتر اصل و فراورده را از ولایت ها میارین، بیشتر از کدام ولایت ها و در این ولایت ها چند نفر مشغول کار شدن؟ معمولا ما با شعار این که طعم روستا را به شهر میاریم کار آغاز کردیم و بعدش هم ابتدا ما برای از این که تعداد صندوق های زنبور ما در جهت تولید عسل کم بود، ما از یک تعداد زنبوردارا ای را می گرفتیم که به مرور زمان ما فضا مساعد ساختیم برای اینکه ما یک انجمن یا نهاد اجتماعی زنبورداری را بسازیم که تعداد زیادی از زنبورداران با ما هستند و در صورتی که تولیدات ما اکتفا نکنه ما از این زنبورداران میگیریم. بر علاوه از او ما این فراورده های وطنی را که روغن زغیر، روغن کنجد و دیگر روغن ها میباشه از ولایت های شمال شرق به ویژه تخار، بدخشان و بغلان میاریم. کاربارتان چطور است در حال حاضر؟ خوب است، ما تلاش داریم که خوبتر شود. چه کسانی بیشتر مشتری شما هستند؟ ما در ابتدا پس از آمارگیری که آغاز کردیم مشتریان خود را به 3 بخش تقسیم کردیم، اونایی که درآمد کم دارند، اونایی که در حد اوسط هستند و اونایی که پول بیشتر دارند. به این اساس ما فراورده های خود را با بسته بندی های متفاوت و سایز های متفاوت با این 3 طبقه یا گونه های شهروندمون، با 3 نوع گونه شهروندمون بسته بندی کردیم. فراورده‌ای که شما در فروشگاه به فروش میرسانین نسبت به فراورده‌ای که مثلا در دیگر فروشگاه به فروش میرسه، هزینه چقدر تفاوت داره؟ معمولا ما یکی از چالش هایی که وجود داره با تاسف بیشتری فراورده ها که به نام اصل وطنی یا همچنان بعضی فراورده ها از خارج بدون گمرک و قاچاق میان، به ویژه از کشور پاکستان میان که به نام اصل افغانستان و فروش میرسه که یک چالش بسیار خوب نیست و ما رو به مشکل روبرو ساخته و بیشتری اصل هایی که ما میگیریم کاملا به گونه طبیعی هست و ما ایره با مومی طبیعی و با بسته‌بندی سنتی بدون حرارت دهی ایره ما بسته‌بندی میکنیم. نرخا با نظر به کیفیت ما خوب است و هر کی میتونه از این فراورده ها استفاده کنه. حالا بیشتر کسایی که اصل میخرن مثلا از این فراورده ها، مثلا ما یا کسای دیگه که اصل میخرن، بیشتر ما نمیدانیم که اصل طبیعی و اصل خالصه که از روستاها میاد چگونه اصل است؟ شما که معلومات بتین که او چگونه طعم داره، چگونه رنگ داره، از کجا باید امی شناخته شده که این اصل طبیعی است؟ معمولا فراورده های وطنی یک گوارایی و یک رنگ خوب داره. اصل هایی که در بازار به نام اصل های وطنی همشه نمیگیم، یک تعداد به فروش میرسه، اینها معمولا با طعم یا فلیور به گونه صنعتی ساخته میشه، معمولا خوش طعم هم هستن و ارزان هم هستن. اصل های بومی یا داخلی معمولا ای یکی از خوبی های ای است که کسایی که از اصل طبیعی استفاده میکنن در مقابل آلودگی هوا مقاومت پیدا میکنن، همیشه ششهای سالم میداشته باشند، ریزش، سلفه و گلوندرد نمیشن. و شیوهی که شما اصل بشناسین این است، با تاسف ما یک لابراتواری دقیق در افغانستان وجود نداریم که این فراورده ها را انالیز بکنه، اما اصل خوب در آب سرد حل نمیشه. اصل خوب کسی که اصل خوب استفاده میکنه بیشتر در مقابل انفکشن یا امراضی که ناشی از هوای آلوده است مقاومت پیدا میکنه و ناجور نمیشه. حالا برای بازاریابی این فراورده شما از کدام تجربه استفاده کردین؟ چه کارهایی را انجام دادین؟ اگر بیشتر بگوین تا بیننده بیشتر بفهمه. شیوه های متفاوت بازاریابی وجود داره. ما ارزانترین و سریعترین راه را انتخاب میکنیم. شبکه های اجتماعی که از آسانترین راه هست، بدون شک رسانه های تصویری و شنیداری هم عالی است
و برای از این که ما بر علاوه از این با استفاده از بروشورها و همچنان کارت هایی که ما چاپ میکنیم بازاریابی میکنیم. یکی از شیوه های ما به نام word of mouth یا همون حرفی روی زبان هاست که این خیلی نقش داره در افغانستان. ما تمرکزمون برای این واژه word of mouth یا همچنان همین یعنی حرفی سری زبان ها که انتقال یک یعنی خوبی فراورده های ما از یک فرد به فرد دیگه، ما بالای ازی بیشتر تمرکز داریم. حالا خواست شما از مردم از حکومت چه است بخاطر ازی که بیشتر از فراورده های داخلی از تولیدات داخلی استفاده کنند؟ جامعه‌ای که رشد کردند بدون شک کارآفرینا نقش اساسی در او بازی کرده. ما من حیث یک فردی که در حد توان خودمان کاری را انجام دادیم از شهروندا تقاضا داریم از فراورده های وطنی استفاده کنند. این میتونه یک تحرک ایجاد کنه بر داشتن یک سرزمینی یا یک کشوری قوی که در برابر همه حرکت های بیرونی و داخلی مستحکم باشه. ما از حکومت تقاضا داریم، تا هنوز از حکومت هیچ کمک ما نگرفتیم، ولی تقاضا داریم برای اینکه جوان ها بتانند بیشتر کارآفرین شوند فضا مساعد بسازند. یکی هم تغییرات در راهکار تکسگیری یا مالیگیری هست. اگر اینها دولت را بتانند به دولت الکترونیک تبدیل بکنند خیلی راحت میشود با شفافیت هم مالیه را جمع آوری بکنند و همچنان با استفاده از با ایجاد دانشکده های کارآفرینی می شود فضا را مساعد ساخت که جوان ها دیگر باورمند به این شوند که این تنها حکومت و ارگان های خصوصی نیستند که برای مردم فضای کاری ایجاد میکنند. تشکر از حضورتان در برنامه آقای نظری. و در پایان برنامه مرور داریم به حرف شرده خبرها. یک سرمایه گذار با ایجاد یک فروشگاه فرارادهای روستایی در پایتخت تلاش دارد برای فرارادهای محلی در ولایت‌ها بازاریابی کند. حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال کابل و کشته شدن شماری از خارجیان در این هتل سبب نگرانی سرمایه گذاران و کارمندان خارجی شرکت های خصوصی در کشور شده است. یک سرمایه گذار با ایجاد یک فروشگاه فراورده های روستایی در پایتخت تلاش دارد برای فراورده های محلی در ولایت ها بازاریابی کند. یک ایستگاه قطار و خط آهن متصل به آن در چین در ظرف 9 ساعت ساخته شده است. ممنونم از همراهیتان. این بود بازار امشب. تا برنامه بعد خدا نگهدار.